شما بیننده های عزیز برنامه دیدار با مردم از تلویزیون HW. امروز ما آمدیم در یکی از مکانهای تفریحی ولایت بامیان که به نام قرقنتو یاد میشه، که اینجا بیشتر به خاطر لبنیات خود مشهور است که از قبیل قیما، قرود و دوغ، چکه، هرچی هست در اینجا، و همچنان گردشگرا از نقاط مختلف در اینجا برای صرف عظمی لبنیات میایه. و حال میرم از دکاندارا درباره این لبنیات صحبت های خواهیم داشت. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ سلام، سیار شما خوب؟ بخیر، سیارتمند، سلام هستی، شکر بخیر. کاکا جان میشه خودم معرفی کنیم؟ من نام مزایر کربلایی هستم، دکاندار بازار قرقنتو. اینجا چی چیز هم فروشید شما؟ خب اینجا ما از قبیل قیماق، مسکه، خب چکه، دیگه روغن زرد، ماس، دوغ، همین چیزای وطنی طبیعی، عسل. خب شما چی مدت میشه که اینجا دکان دارید؟ خب من اینجا شاید 13 سال میشه، 12 13 سال. باز این لبنیات از کجا میارید؟ از قریه ها جمع آوری میکنیم. از خود قرقنتو؟ از خود قرقنتو، مثلا از اطراف های قرقنتو، از همه هر جای دیگه مثلا جمع آوری. قیمت شما که میفروشید، قیمت مثلا یک سیر قرود چقدر میباشه؟ خب قیمت های از اینا چیه؟ متفاوت است، فرق میکنه، او بستگی در قرودش داره. قرود کیفیتش بالا است مثلا سیر 2018 19 است، قرود کیفیتش پایین است مثلا 14 15 16، در این چیزا در حساب سیرش کیلوی 2.5 ست، 3 ست. این قرودایی که در اینجا هست اینا چند نوع قرود هستن؟ خب اینجا ما 2-3 نوع قرود داریم. اینی قرودایی که مثلا مغزش قسم زرد است، نه؟ این قرود روغنی است، قرود گوسپندی است، از گوسپند است. باز قرودایی که مغزش او قدر روغنش کم است، او قرودای گوی است. خب باز قیمت‌ترین قرود که است، قرودای گوسپندی است. دیگه قرودای گوی مثلا در سیر 1600 1500 1400 فروش میشه، قرودای گوسپندی که است 2000 1800 این چیز است. فروش اوت میشه. همچنان میبینیم که اینجا شما قیماق هم زیاد داریم. بله. بابا فرق میکنه انواع قیماق؟ نه، قیماق یک رقم است. تنها نویت فرقش یک رقم است که چیه؟ قیماق تازه مثلا که تازه بگیره بسیار خوشمزه هم تا اساس. شما درباره طرز تهیه امی مسکه و روغن زرد بر ما گفته میتونید؟ خب مسکه که است، خب یه اصلا ماست. ماسی در داخل چی میشه؟ در داخل مشک انداخته میشه، بعد از نیم ساعت این ماس تبدیل به دوغ میشه. بازمو روغنی که بین این ماس هست، این وقتی که تبدیل به دوغ شد، بازی چی میشه دیگه؟ او خب مسکه هست دیگه، او از داخل دوغ میکشه دیگه، اونا مسکه هست. مسکه ساختن میشه روغن زرد. این مسکه بعد از در داخل دیگ انداخته میشه، شاید در مدت یک ساعت یا مثلا 40 دقیقه ای باید خوب جوشانده شود. یکی جوشانده شد، بازو دوغی که در داخل مسکه است و دوغ تصفیه میشه، دیگه تبدیل در روغن زرد میشه، پاک میشه روغن. امروز ما اینجا بسیار قرود زیاد میبینیم. شما چقدر قرود بر ما میتیناله؟ هر چقدر کار داشته باشه، ما در خدمت هستیم. هست. هست خیلی، ما یک کمی از این قرود ها برای خود میگیریم. باز میرم به دکان دیگر همراه بقیه دکاندارا در اینجا صحبت میکنیم. خوب است. خب از این قرود ها گفتیم 3 نوع قرود هستن. بله بله بله. خب میشه از عرصه نوش بر ما بگیم؟ خب اینی قرود که است، قرود گوسپندی است، نه؟ کیلو ازی میه 300 افغانی. اینی این میه 300 افغانی کیلوش. خب یه است قرود گوسپندی هم خوبش، نه؟ باشی رفانیم سر ترازو. خب این نیم کیلو شد. باش تو که از دو نو قرود دیگه شم بر شما. اینی قرود میه کیلویش مثلا 2.5 ست افغانی. اینی قرود یه هم گوسپندی است؟ یه هم گوسپندی است. خب نویت هم ساخت هم جور کدون چی یک ذره فرق میکنه، نه؟ که چرخ هم باید جور بکنه، نه؟ اینی رو هم بانیم سر ترازو. خب باز ما اومدیم اینی قرود دیگه است، کیلوی دیگه است 2 ست این قرود.
میدم با نیشن ترازو این سه نو قرود اینجا ما برای شما طول کردم نه کلوی سه ساعت دو نیم ساعت دو ساعت اما قرود خوب بخونه نیکسته کلوی سه ساعت است خب باز مقصد فرق میکنه دیگه قرود دیگه همچنان صحبت های خواهیم داشت تشکر میکنم از شما کاکا جان که وقت شما برای شما گذاشتید بخیر کرده شما سلام بخیر مدام بخیر سلام باشید میشه خود معرفی کنید من نام من عبدالعظیم است از ولایت بامیان منطقه قرن تو اینجا دکاندار هست شما بله بله لبنیاتی که شما مفروشین اینا را چقدر میشه مثلا لبنیات مثلا از منطقه جمع میکنیم خب جمع هر جمعاری میکنیم خودتون جمع آوری میکنیم آقا نه خودم هم مثلا منطقه میریم از دهات ها میریم از علاقه ها میریم از کسی خواهد از این میتونم میریم خودتون چی مدت میشه که در اینجا دکان دارین و چنان دیگه ده سال انترو میشه دست دکان داره بجای هستم دارم قرود خود دیده نه؟ دیده باید که قیمه آقا مثلا قبیل مزکه و شکن آقا باید که به تصویر چی بریم بردم؟ کاکا جان این قیمه ها رو میبینیم که این را قیمه آقا وطنی مگه دیگه کیفیت دیدم خیلی بالا خیلی خوب مثلا این قیمه آقا میبینی؟ این از گوزپند گرفتم از شیر استم این قیمه آقا امسو بسته؟ آقا قیمه آقا امسو بسته پس قیمه چقدر شما نگهداری میکنید؟ نگهداریش برای یک هفته اینا در روزی مثلا 8 روزی مثلا نگهداری میشه از اون بیشتر نخراب میشه یا باز شما چه قسم میفروشید کیلویی است دیگه خود طور دقیق نه یعنی مثلا کیلو 700 میخری بازار 800 فروشه مثلا دیگه روی مثلا مسافر که مسافر زیادتر به زیادتر فروش داره مثلا اگر نه کم اون خیمه از وضعیت دکانداری که در اینجا دارین وضعیت الحمدلله شکر راضی هستیم از امزی که دکانداری که هستم راضی هستیم الحمدلله بد نیست شکر دیگه سوال خواهم مثلا سلیلک بنه قبل چکه و مثلا چکه وطنی بله اینجا چکه هم داری؟ این اصلا چکه وطنی بله اصلا چکه گوسپندی اینا رو مثلا از امزی مردم هست طبیعی هم هست چکه خوبه اینجا چکه دارین دیگه قرود هستن دیگه خو از هر چیز پالوشی سواد هم از قبیلی مثلا سوادای بنجاره هست قبیلی آبی میوه بابر از که گو سوادای دهات از هر چیز مولاین از رنگ دیگه گو خب در کنار از اینکه لبنیات هستن چنان خوشکباب هم میفروشین شما خوشکباب هم هستن گفتیم که اون هر چی که میبینی مثلا خواهد هر چی چاکلیه دست شیرنی هست مثلا بوره هست این طور مثلا سودای پرچون و مثلا از اون دو هست از هر چی هست بله بسیار خوب تشکر از اینکه وقت شما در اختیار ما گذاشتیم همچنان زنده باشید انشاءالله ما هم بسیار کار خوب است ولی کار کردیم بسیار راضی است از این مردم بخیر باشین بخیر باشین خب بیننده های عزیز حالا میریم با دکاندارای دیگه هم صحبت های خواهیم داشت بخیر باشین حالا آمدیم داخل یکی از هتل هایی که در قرغنتو هست و همچنان با تعدادی از دوست ها اینجا صبحانه میخوریم و همچنان معرفی میشیم با اینا ببینیم که اینا از کجا آمدن سلام من عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده هایی که ما را تماشا میکنن من محمدی هستم یک تن از باشنده های مرکز ولایت بامیان که امروز برای روز جمعه بوده برای تفریح آمدیم به قرغنتو شما سالانه میایین یا مثلا چه قسم برای چکر که میایین سال چند بار میایین چه وقت دیر بعد میایین قسم چون ولایت بامیان کسته که ولایت باستانی است که زیاد اینجا گردشگیری و دیگه اهمیت زیاد داره و از طرف دیگه قرانوت هم که یکی از جاهای است که بسیار سالانه گردشگرها را با خود داره ما اگر بیکار باشیم میای هر هفته یک بار که ما اینجا حتما میاییم چون اینجا فراورده های لبنی خوبی داره دیگه از جمله قیماق ماست و
قرود هر آن چیزی که مربوط به لبنیات باشه بسیار خوبش هسته و ما هفته یک دفعه من ایجمه میبینیم که شما برای صبحانه تان قیماق ماست این چیزها را سفارش دادین آیا خوشمزه است مزه میتونه برتان؟ والا مزهش که یک چیز هسته که کاش میشه که شما هم یک دفعه مزه هم کردین که مزه هم درد میکردین یعنی که اجازه نمیتین که ما بخوره بسیار مزه خوبی داره و یک میتونیم بگم که یکی از نمونه های و توفه و خوردنی هایی که خیلی در بامیان محبوب است همین فراورده های لبنی قرغنه تو است خب از یک با ما هستید میتونید که از این فراورده هایی که در سر دسترخوان است شما هم استفاده کنید تا بیتونید که از این کیفیت و مزه ازی شما مستفید شد بله تشکر شما امروز همراه فامیل آمدید بله باز تصمیم دارید کجا بریم ما همچنان که پیشتر گفتم بامیان جای گردشگری زیاد داره که از جمله این اولین منطقه قرغنه تو هست و شخصی ما خودم امروز پلان داره که تا دره بند امیر که در نزدیکی همینجا هست اونجا بریم و تا شب همونجا باشیم خب تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید تشکر از شما غذای خود و همراه ما شریک شدین تشکر از شما و اشتهای خوش برای شما هم دارم تشکر شما بخیر باشید غذاهای بسیار خوشمزه در اینجا هست که ماست بود و همچنان قیماق هم بود که خیلی خوشمزه هستن شما اگه فرصت برای رخصتی چیزا پیدا کردین حتما در اینجا یک سر بزنین و همچنان از لبنیاتی که در اینجا فروخته میشه و همچنان شما مزهشو بچشین ببینین چقدر خوشمزه هستن حالا میبینیم یه خواهر ما از اینجا هستن ازشون سوال میکنیم که از این غذاهایی که سر دسترخوان هست کدام شما بیشتر دوست دارن میشه خودت معرفی کنی با عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده هایتون و خدیجه روشن هستم از ولایت بامیان ولسوالی برس و امروز روز جمعه است روز رخصتی است و امروز فرصت غنیمت دانستیم که بیایم در تفریح همراه دوستا اینا کستن دوستای ما هستن و اول که اومدم اینجا در این محل اینجا قرغنه تو است و این هتل هم بسیار هتل معروف است که غذاهای خوب و لذیذ پخته میکنه و همچنان لبنیات مشهور اینجا داره به مو خاطر گفتیم که صبحانه را در اینجا صرف کنیم و بعد از اینجا که صبحانه را خوردیم انشالله کم کم حرکت میکنیم طرف دره بند امیر و اصل هدف از ما امروز زموج است بند امیر بریم یک میله کنیم و از روزهای رخصتی خوبی داشته باشیم استفاده کنیم من خودم زیادتر از لبنیات ماست زیاد دوست دارم خب در این مدت که من اینجا بودم دیدم که شما به جز ماست بیشتر کباب خوردین به نظرم کباب بیشتر مزه داده تا یک رقم است که یک مثال است که مردم میگه که زیاد به چی میکنه همین ماست که است چی دارم بدون نه اون رقم نیست نه من اکثرا همین ماست همراه چی کباب خورمه چیزا میخورم ماست یک قسم اشتهاور است باز کباب هم در پالیشی دوست دارم ولی ماست زیادتر دوست دارم ماست جای خاص خود داره بله بسیار تشکر میکنم از شما که وقت خود را خریدید نه خواهش میکنم تشکر از شما خوشحال شدم تشکر میکنم خب بیننده های عزیز این بود برنامه امروزی ما و همچنان شما اگر کدام نظری درباره برنامه ما دارین و میخواین که درباره کدام موضوعات برای شما برنامه ساخته شود میتونین بر ما نظریات خود بفرستین و همچنان تشکر بسیار زیاد از اینکه تا ایدم با ما بودین بقیه روزتان خوب و خوش خدا نگهدار تا درود دیگر بدرود